درود و احترام بر شما عزیزان امروز با یک خبری در خدمتتون هستم خبر بسیار خوشحال کننده ای برای شما عزیزان هست برای همه مردم ایران کسانی که در آرزوی رسیدن ایران به آزادی است کسانی که دارن تلاش میکنن تا این رژیم خونخوار رو ساقط کنند این خبر میتونه امید بخش و مسرتبار باشه در یک ماجرای بسیار شگفتآور که در مراسم آشورای امسال رخ داده نشانی از ریزش شاید پنجاه درصدی مردم نسبت به سال گذشته حتی در مراسم مذهبی مراسم مذهبی آشورا یا محرم کسانی که اعتقاد مذهبی داشتند به نظام این ریزش پنجاه درصدی رو امسال ما شاهدش هستیم و اینکه همیشه در جریان هستید که خمینی و خامنه ای مراسم محرم رو میگفتند ما گرامی میداریم و ما به محرم افتخار میکنیم که ما هر چه داریم از محرم و امام حسین داریم و تا محرم هست انقلاب و نظام ما هم هست اما ماجراهایی که امسال و در ماهای گذشته رخ داد خصوصا در مراسم محرم امسال نشان از اعتقادات ضعیف مردم نسبت به رژیم شده اعتقاداتی که رژیم رو جزو ارگانهای مذهبی خود می دانستند. اما ماجرایی رو که براتون خبر شو میگم به این شکل بوده که میتواند سقوط حتمی نظام رو در پی داشته باشه از محلال یک نظام فاشیستی دروغگو که تکه بر مذهب و اعتقاد مردم شکل گرفت و حالا در واقعی که ایروز اتفاق افتاد در یک مراسم عزاداری ماه محرم 1403 در روزنامه تحلیلی از این درگیری ها رو اینگونه نوشته که در درگیری یک مراسم عزاداری با حضور اعضای ستاد مسعود پزشکیان در قزوین و اتهام فریبکاری به رئیس جمهور منتخب توسط یک فرد شناخته شده و ضرورت پیگیری جدی دستگاه قضا یعنی در اصل اون اعتراضی که توسط یک آخون صورت گرفته و مردم هم ازش پشتیبانی کردند رو بیخواهند به عنوان یک جرم و اتهام آشوب و دروغگویی اون فرد رو دستگیر کنند و حتی تیتر زدن عناصر خودسر از کجا حمایت می شوند و ماجرا از این قرار بودی که قبل از شروع مراسم یک روحانی یک جاخون بدون دعوت میره پشت میکروفون و با تنه و کنایه رئیس جمهور منتخب یعنی پزشکیان رو یزیدی خطاب میکنه و رای دهندگان رو فریب خوردگان دستگاه معاویه میخونه این سخنان با واکنش و تعجب مردم قرار میگیره و مواجه میشه با تایید حرفهای اون آخوند این آخوند به گونه بود که در از حقبازی و دروغگویی رژیم رو برملا میکنه آخوندی که از خود اینها بوده مذهبی بوده در مراسم مذهبی میاد و این صحبت ها رو انجام میده و اونها رو زیر سوال میبره و حالا در مطبوعات جمهوری اسلامی دارند جفسازی می کنند برای علیه اون آخوند که این حرف ها رو زده دارند اون رو به عنوان یک مفسد یک ضد دین معرفی می کنند و میگویند گویند وظیفه و تکلیف دستگاه های امنیتی و قضایی باید این باشه که کسانی که به دولت مسعود پزشکیان توهین کنند و به او تهمت میزنند اینا از سوی گروه های فشار و عناصر خودسر هستند که در حاشیه امن میشینند و این صحبت ها رو بر علیه نظام عنوان میکنند میگویند وقتی که این طلبه این حرف ها رو میزنه وقتی از مسجد خارج میشه همراهیش میکنند مردم ادی از ازاداران هم قصد درگیری و تشنج رو در بین مردم رواج میدن و این گروه پس از واکنش تند جوانان و بانوان و جمعی از مردم بر علیه رژیم ماموران انتظامی وارد صحنه میشند اما با برخوردی که مردم میکنند ماموران انتظامی از صحنه فرار میکنند گویا در این مراسم که به توسعه رئیس ستاد پزشکیان صورت گرفته در شهر محمدیه قزوین بسیاری از مردم در مراسم حضور داشتند شروع می کنند بر علیه پزشکیان و چهره هایی که طرفدار خامنه ای هستند تظاهرات می کنند اعتراض می کنند و حتی نمایندگان پزشکیان

و بعد اونها شروع میکنند با مردم سخن گفتن که مردم شلوغ نکنند و این شورش و اعتراض وسعت میگیره و در سطح شهر به گونه ای منعکس میشه که مردم دیگر هم به اونها میپیوندند و علیه رأیگیری و علیه انتخاب رئیس جمهور خامنه ای شعار میدند و شهرهای اطراف مثل مهرگان و روستاهای همجوار هم به خاطر همین مسئله با شرکت گسترده در این مراسم باعث میشه که بترسن بدانند که مردم دیگر مثل گذشته گول حرفای اونها رو نمیخورند و این اتفاق میتواند یاد و خاطره نسل جوانی که کشتند اعدام کردند به خاطر اعتراضی که در سال 1401 از جمله محسا امینی و دیگر جان باختگان کردند جوابش رو دارند میگیرند و نشان میدهند مردم که ما دیگر افرادی نیستیم که گول بخوریم و با حرفهای شما و با صندوق آرا که فردی مورد نظر خودتان هست رو از صندوق بیرون بیارید با صحبت های این آخوند جوی که در شهر ایجاد میشه بسیار هشدار دهنده هست آیا حدود 17 میلیون شهروند که به مسعود پزشکیان رأی دادند حق ندارند ببینند دولت منتخب اونها در آرامش بر حل مشکلات تمرکز کرده اند آیا متخلفانی که در پشت نقاب دینداری دست به این اقدامات بر علیه حکومت میزنند به فکر هزینه های بعدی باشند که دولت بر علیهشون اقدام میکنه ما منتظر پاسخ به این حرکاتی هستیم که امروز ضد انقلاب در مراسم عزاداری به وجود آورد وظیفه شرعی تکلیف است که دستگاه های امنیتی و قضایی در این مورد اقدام کنند و در دولت مسعود پزشکیان هم باید این افراد که گروه های فشار و عناصر خودسر هستند اونها رو به سزای اعمالشون برسانند اینها رو در همین روزنامه متذکر شدند و دارند به حساب خودشون زهره چشم میگیرند که در روز آشورا که اعتمالا امروز باید باشد مراسم شدت نگیره و مردم شورش بر علیه رژیم رو گستردهتر نکنند به هر حال اینها همه شروع ماجراست و این اتفاقات و این درگیری ها کم کم شکل میگیره در روزهای آینده در ماههای آینده ما شاهد خواهیم بود که این رژیم خونخوار به زودی مثل بادکنکی می ترکه سقوط میکنه و مردم دیگر از عذاب و زجری که در این حکومت میکشند راحت میشند شما هم نظرتون رو درباره این واقعه درباره اون حرکت اجاخون و توقعی ازش نمیره میره و اینجوری برخورد میکنه با حقبازانی که با دین آمدند اما دیندار هم نیستند. در از دوستهایی هستند در قالب دین میچاپند و میخورند شما هم میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در این باره بفرمایید بدرود